سلام دوستای قشنگم، با اولین ویدیوی با صدای من همراه باشید. من رو حمایت کنید، واقعا نیاز به حمایتتون دارم. امیدوارم از آموزش ها و ولاگ هام لذت ببرید. امروز اومدم کوکو سبزی درست کنم. برای درست کردن کوکو سبزی هم نیاز به سبزی کوکویی داریم، پیاز، گردو، زرش و تخم مرغ و ادویه که من مقدارهاشونم و سبزی از چی استفاده کردم تو کپشن براتون می نویسم. اول برای شروع باید تخم مرغا رو کامل هم بزنیم تا قشنگ کف کنه و پف کنه. من تخم مرغا رو میشکنم، مدام کنترلر میزنم که قشنگ ببینید چطوری کف میکنه. بیشتر از این باید کف کنه به خاطر پف بهترش. خب بچه ها، من به این مرحله از هم زدن تخم مرغ رسیدم و الان میخوام سبزی رو بهش اضافه کنم. سبزی رو کم کم بهش اضافه میکنم، هم میزنم تا یک نواخت بشه، قشنگ هم بخوره. مخلوطشون میکنم به هم، یه شام خیلی فوق‌العاده میشه، حتما امتحانش کنید و درست کردنش هم اصلا کار نداره. سعی میکنیم دوستان یک طرفه هم بزنیم که اگه قرار پفی هم بکنه پفش نخوابه با هم زدن برعکس. من میخوام یه سبزی کوکوی مجلسی درست کنم. برای مواد داخلش نیاز به گردو، پیاز و زرشک دارم. حالا من گردو ها رو میخوام خوردش کنم، اینا همشون بزرگ درشته، میخوام خوردش کنم که حالا خیلی زیاد زیر دندون نره و خیلی هم ریزش نمی کنم. ببینید در این حد نه، بذارم کنار شما بهتر ببینید. خوردشون میکنم، نمیخوام خیلی درشت باشه، نمیخوام خیلی ریز ریز باشه، تا یه حدی هم زیر دندون حس بشه. خب دوستان، من اینا رو هم خورد کردم. الان میریم که روغن داغ کنم و کوکو رو بریزم داخلش. روغن گذاشتم داغ شه، تا روغن داغ میشه اینا رو باید با هم مخلوط کنم. پیاز رو مخلوط میکنم، میریزم. خیلی پر پیاز بشه ولی خوشمزهش میکنه، حتما امتحانش کنید. زرشک رو اضافه میکنم، اینا رو باید با هم هم بزنم، مخلوطشون کنم که بهتون میگم چجوری باید توی سبزی اضافه کنید، توی کوکو سبزی. چون اگه بخواید با هم قاطیش کنید، هم بزنید، ممکنه توی سرخ کردن، خب زیر روغن که باشه ممکنه بسوزه، طعم بدی بگیره. ولی اینا رو میانه، لایه میانی کوکو سبزی که بذارید حالت مجلسی تری میگیره و خوشمزه تر میشه. به اضافه گردو رو اضافه میکنم، اینا رو با هم هم میزنیم یک نواخت بشه، بعد به سبزیمون اضافه میکنیم. ادویه ها رو هم به دلخواه به مقدار لازم اضافه میکنیم و همشون میزنیم. بازم روغن هم که دیگه داغ شده اینا رو هم بزنم. بیاید که بهتون نشون بدم چجوری میریزیم تو مایتابه. این رو به دو نیم تقسیم میکنیم، نصفش رو میریزیم و بقیهش رو میذاریم بهتون بگم چجوریه. روغن من تقریبا دیگه الان داغ شد. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید، از خوردنش لذت ببرید، خیلی خوشمزه است. امیدوارم که دوستش داشته باشید. من اینو الان صافش کردم، بعد درش رو میبندم. یه ذره که کوچولو، یک کوچولو که مغز پخت شد، درش رو باز میکنم. وسیله مواد میانیش رو میریزم و دوباره لایه دوم رو بهش اضافه میکنم. درشو میبندم که یه ذره نیم بند بشه. ببینید این تقریبا یک کوچولو پخته شده. حالا من این مواد میانی رو میخوام بریزم وسطش. تقریبا خیلی با حوصله این کارو میکنم.
که لایه دوم سبزی کوکو رو میخوام بریزم، مواد از کناره هاش بیرون نریزه. ببینید من مواد رو ریختم قشنگ با حوصله وسط مواد رو وسط کوکوها ریختم و الان میخوام با قاشق همونطور بازم با حوصله کوکو سبزی ها رو بریزم روشون. برشون میبندم میذارم سرخ بشه و یه کمی پف میکنه و دوباره بهتون نشون میدم نتیجه کار رو. این سمتش هم سرخ بشه درشو میبندم و اینو به این صورت برمیگردونم و مجدد میذارمش روی گاز. ببینید به این صورت کاملا سرخ شده، اجازه میدم اون طرفش هم سرخ بشه و آماده سرو میشه. کاملا دو طرفش سرخ شده و الان آماده سروه. من میچینم توی دیز و برید که نتیجه کار رو ببینیم. اینم از سبزی کوکوی خوشمزه و مجلسی ما. به به، نمیدونید چه عطر و بویی داره. امیدوارم که درستش کنید، از خوردنش لذت ببرید. اگه تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و من رو حمایت کنید. مرسی از این که من رو همراهی کردید. ممنونم.